جناب رمزاده، یکی از کارهای زیبای شما هم که هستش، من فکر میکنم که حتی خود من شاهدش بودم، بیشتر مریضای شما میان دیگه مثل جای دیگه مدت زیادی در بیمارستان بستری نشن. من دیدم خیلی از عملا که شما انجام میدید بعد از مدت کوتاهی مریض شما میتونه اون سلامتی خودش رو پیدا میکنه. خب آقای مهرم، شما اول پرسیدید که چه متد های چه کاره این اینا را انسان بخواد اگه شرح بده واقعا بی انتهاست. ساعت ها بله کاملا درست، برای که هر طبیبی باید خودش بدونه که کاری که انجام میده به نحو احسن اون انجام میده. من در تمام مدت تبابتم سعی کردم که تمام متدهایی که وجود داره این متدها رو طوری به نحو اکمل و احسن انجام بدم که نتیجهش هرچی زودتر برای مریض روشن و واضح بشه. اینه که عملایی که من انجام میدم واقعا طوریست که طوری اینها رو من مودیفیسیرن کردم که میتونم بگم که کمتر جایی وجود داره که مریض ها به این زودی بتونن از نتیجه این عملها استفاده بکنن. کاملا درست. مثلا در عملایی که ترمیمیست در لگن خاصره یا در پا، متوتای من طوری خودم این داره مودیفیسیرن کردم که در خلاف بیمارستان های دیگه که مریض چندین هفته باید استراحت بکنه و از پاش استفاده نکنه یا از دستش استفاده نکنه، به علت این مودیفیکاسیون های این تغییرات که من در این عمل ها دادم مریض میتونه فوراً ازش استفاده بکنه. و همونطور هم هست که شما خودتون توجه کردین، مریض ها میتونن فوراً بیمارستان رو ترک کنن، بگن که فوراً از اعضای بدنشون استفاده بکنن. و فکر کنم این حتی از نظر مخارج هم برای اون مریض سعید. خیلی با صرفه است، چون خیلی‌ها فکر میکنن که کلینیک‌های خصوصی خیلی گران قیمت هستن. نه. ولی وقتی آدم به این مزایاش که هستش نظر بیاندازی می‌بینه که واقعا در آخر سر در خاتمه می‌بینه که خیلی شاید ارزان‌تر از یک بیمارستان معمولی در اومده. عرض کنم که خب قوانین آلمان که هر چند مدت یه دفعه عوض میشه، سابقا مریض‌هایی که از خارج می‌اومدن به این بیمارستان ما 30% 40% الان مریض هاشون از خارج میاد. مریض هایی که ما عمل میکنیم اغلب از کشور خارج هستن. من در دانشگاه میتونستم مریض ها رو عمل کنم به روز 4 و 5 بفرستم خونه، و البته این وضعی بود که خیلی از لحاظ مالی برای مریض ها خوب بود، ولی الان متاسفانه یه وضع دیگه پیش آوردن. برای هر عمل یک مقدار معینی رو تعیین کردن، پوان معینی تعیین کردن. مثلا برای اینکه یک لگن خاصر عمل بشه 15,000 پوان گذاشتم برای این، توجه میکنید؟ و هر پوان در بیمارستان های مختلف قیمتش فرق میکنه. مثلا پوان در فرض کنید در بیمارستان دانشگاه 1 مارک و 10 فینیکه، ولی اینجا مثلا 95 فینیکه، ارزون تر هست از اونجا. اینجا حتی قیمتش از اونجا ارزون تر هم هستش، توجه میکنید؟ ولی برای مریض فایده نداره که من مریض رو زودتر بفرستم خونه، کاملا درسته. چون این پول باید پرداخت بشه، چه این بیمارستان باشه چه در بیمارستان دیگه ای باشه، توجه میکنید؟ یعنی مریض هایی که بیمه هستن باید این پونت رو قبول بکنن، به این پوان رو پرداخت بکنن. ولی بیمارستان بیمه باید پرداخت بکنن. ولی در مریض هایی که احتیاج به این فال پاوشال ندارن، یعنی به قیمت مخصوصی روش گذاشته نشده، این مریض ها از این به توتا خوب میتونن استفاده بکنن، برای اینکه روز دوم سوم میرن خونه به براشون خب خیلی مناسب تر تمام میشه. به هر حال من خیلی متشکر هستم از اطلاعات جناب آقای پروفسور رحمان‌زاده و همچنین از آقای دکتر مازیار رحمان‌زاده. خیلی خوشحال هستیم که به هر حال این وقت رو دادید، اطلاعاتی در مورد یکی از مجهزترین و مدرن‌ترین کلینیکایی که به هر حال در اروپا وجود داره برای بیننده‌های ما صحبت کردید، و خیلی خوشحال هستیم که شما در برلین هستید و این باعث خوشحالی همه ما ایرانی ها هستش. خیلی متشکرم. به ما هر دو تامون خیلی خودمون رو خوشبخت حس خواهیم کرد اگه بتونیم به هموطنانمون، به ایرانیایی که در اینجا وجود دارن بیان که از خارج به اینجا میان، تا اونجایی که میتونیم بهشون خدمت بکنیم. خدمت ما فقط برای برلینی‌ها و آلمانی‌ها و اروپایی‌ها نیست، در درجه اول ما خیلی خودمون رو خوشبخت حس خواهیم کرد که بتونیم به تمام ایرانی‌ها و هموطنانمون تا اونجایی که میتونیم خدمت کنیم. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. مرسی.